سرخط تازه ترین خبرها، فرار اشرف غنی با 169 میلیون دلار، منبع روسیه، و همچنان امارات حضور اشرف غنی را در این کشور تایید کرد و همچنان گفته می شود که اشرف غنی بیمار است و روانی شفاخانه شده است. و در ادامه پیشبینی رهبر احتمالی آینده افغانستان توسط آمریکایی ها. و در پایان به حرمتی و عکس قهرمان ملی توسط طالبان. سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. فرار اشرف غنی با 169 میلیون دلار. سفیر افغانستان در تاجیکستان میگوید که رئیس جمهور سابق افغانستان 169 میلیون دلار را از خزانه دولت سرقت کرده است. با گزارش سپوتنیک، محمد ظاهر اخور، سفیر افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، در کنفرانس خبری اعلام کرد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان پیش از اینکه از کابل خارج شود 169 میلیون دلار از خزانه دولت سرقت کرده است. سفیر افغانستان فرار اشرف غنی را خیانت به دولت و ملت توصیف کرد و اعلام کرد که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت می‌شناسد. اخبار تاکید کرده است که با پلیس انترپول تماس خواهد گرفت تا غنی را بازداشت کرده و به دادگاه عالی بین‌المللی ارجاع دهد. شاهریر نظریف، مدیر دفتر مرکزی ملی انترپول در تاجیکستان می‌گوید که چنین تجدید نظری در مورد بازداشت غنی دریافت نکرده است. وی می‌گوید ابتدا آنها افغانستان باید با صدور بیانیه تحت تعقیب و دبیر انترپول مراجعه کنند و سپس ما آن را بررسی خواهیم کرد. بعد از گمانه‌زنی های طولانی درباره کشوری که اشرف غنی به آن پناه برده است، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که رئیس جمهور سابق افغانستان و خانواده او در امارات هستند و ابوظبی پایتخت امارات با دلایلی که آنها را بشر دوستانه خواند از غنی و خانواده‌اش استقبال کرده است. اشرف غنی روز یکشنبه قبل از ورود نیروهای طالبان به کابل افغانستان و قصد تاجیکستان ترک و در پیام اعلام کرد که برای جلوگیری از خونریزی کشور را ترک می‌کند. با این حال تاجیکستان غنی را پذیرفت و او مجبور شد کشور دیگر را برای پناه بردن انتخاب کند. پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری پیشین افغانستان گفته بود که بر اساس قانون اساسی و در غیاب محمد اشرف غنی خود را سرپرست مشروع مقام ریاست جمهوری می‌داند. وی گفته بود که برای تحکیم جایگاهش با تمام اقشار افغانستان و رهبران قومی در تماس است. این در حال است که اشرف غنی روانه بیمارستان شده است. رئیس جمهور فراری افغانستان در پایتخت امارات پس از صادر کردن اعلامیه‌اش روانه بیمارستان شده است. رئیس جمهور فراری افغانستان در پایتخت امارات بستری شد. و گزارش سپوتنیک، شبکه خبری YJC به نقل از منابع گزارش داده است اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که روز یکشنبه از کشور پا به فرار کرد در وضعیت بد صحی قرار دارد و در بیمارستان در ابوظبی پایتخت امارات بستری شد. مشاور پیشین غنی این خبر را تایید کرده به نقل از چندین منبع. اشرف غنی چند ساعت پیش برای درمان به یکی از بیمارستان‌ها انتقال داده شده است. بعد از گمانه‌زنی‌های طولانی درباره کشوری که اشرف غنی به آن پناه برده، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که رئیس جمهور سابق افغانستان و خانواده او در امارات هستند و ابوظبی پایتخت امارات با دلایلی که آنها را بشردوستانه خواند از غنی و خانواده‌اش استقبال کرده است. و حالا می‌پردازیم به خبر مهم دیگر. لطفاً ما را تا آخر همراهی کنید. پیشبینی رهبر احتمالی آینده افغانستان توسط آمریکایی ها. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست رهبر احتمالی آینده افغانستان را پیشبینی کرده است. و با گزارش سپوتنیک، طبق پیشبینی این روزنامه، ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر کنونی طالبان، گروه ممنوع در روسیه پس از تقریباً 20 سال تبعید به افغانستان بازگشت. ممکن پس از سقوط رژیم قبلی رهبری کشور را بر عهده بگیرد. همان طوری که روزنامه اشاره می‌کند،
ملابرادر و کندهار بازگشت و در حال حاضر دارای نفوذ سیاسی قابل توجیه است که این نفوذ در سالهای تبعید خود شکل گرفته است. توماس روتیک، دیپلمات سابق و تحلیلگر آلمانی با سابقه طولانی در افغانستان، به این روزنامه گفت که سالها بودن ملابرادر در زندان پاکستان فقط مشروعیت سیاسی او را افزایش داد. همان طوری که این تحلیلگر توضیح داد، بسیاری طالبان را دست نشانده پاکستان در خدمت منافع اسلام آباد می دانند. با این حال به احتمال زیاد تجربه ملابرادر به او امکان می دهد تصویری از شخصی ایجاد کند که از دستورات پاکستان اطلاعات نمی کند و به تنهایی عمل می کند. علاوه بر این، ملابرادر بود که در جریان مذاکرات با مقامات آمریکایی در دوحه سال 2020 رهبری هیئت طالبان را بر عهده گرفت و شخصا با مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین آمریکا دیدار کرد. این دیپلمات سابق آلمان میگوید که ملابرادر خود را به عنوان سیاستمدار معرفی کرده است که میتواند با طالبان مبارزتر تعادل داشته باشد. وی همچنان گفت به نظر میرسد که برادر تأثیر زیادی بر دولت جدید طالبان خواهد داشت و نقش وی در آنجا دست کم گرفته می شود. واشنگتن پست می نویسد برادر با کاروان موترهای سفید با استقبال هزاران افغان به خانه رسید. با این حال هنوز نمی توان پیش بینی کرد که آیا واقعا قادر خواهد بود قدرت را در دستان خود استحکام ببخشد یا خیر. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که رهبر طالبان چی مسیری را قصد دارد دنبال کند. علی‌رغم این واقعیت که در سخنرانی‌های عمومی خود را از نظام لیبرال‌تر حمایت کرد، در حال حاضر گزارش‌های مبنی بر تعطیلی مکاتب برای دختران و سایر موارد نقض حقوق بشر در چندین مورد در مناطق کشور وجود دارد. و در پایان، بی‌حرمتی طالبان به عکس قهرمان ملی احمد شاه مسعود. طالبان با این گونه اعمالشان مردم را مجبور می‌سازد تا در برابرشان قیام کنند. رهبری طالبان باید جلوی این گونه اعمال فجیع و نفرت پراکنی را بگیرند، وگرنه مردم با قیام مسلحانه جواب این گونه بی‌نزاکتی ها را خواهند داد. گرفته شده از برگه خراسان زمین ما. این در حالی است که چوک شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور در غزنی از سوی طالبان مزدور پاکستانی